تقریبا همه ما یا برخی از ما حداقل تجربه ناخوشایندی از بدخوابی در یک محیط ناشناس خصوصا در اولین شب اون رو داریم و حالا نتیجه یک تحقیق در دانشگاه براون ایالت رود آیلند آمریکا از معمای بدخوابیدن در شب نخست پرده برداشت. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ما هست برای جزئیات بیشتر. شیده، یافته های مهم این تحقیق چیه و محققان چطور خوب تونستن که خواب رو اندازه بگیرن؟ یافته های مهم اینه که اولا متوجه شدن در شب اولی که در یک محیط ناآشنا میخوابیم نیمکره چپ مغز فعالتره و تقریبا میشه گفت تا صبح نمیخوابه. در شبای معمول هم البته دوتا نیمکره به اندازه هم نمیخوابن، ولی تفاوت میزان خواب نیمکره چپ و نیمکره راست به این اندازه نیست. نکته بعدی اینه که هرچی نیمکره چپ مغز یه نفر در شب اول فعالتر باشه، اون آدم دیرتر و بدتر میخوابه. یعنی در واقع تفاوتی که بین آدم ها دیده میشه به این خاطره. و یافته دیگه شون این بود که این تفاوت که بین نیمکره چپ و راست تقریبا در شب دوم به بعد از بین میره. بازم میگم تقریبا از بین میره، ممکنه برای بعضیا هنوز احساسش کنن. اما تکنیک هایی که پرسیدی با چه تکنیک هایی اندازه گیری کردن، یکی از در واقع مزیت های این تحقیق این بود که نیومدن از فرد بپرسن تو دیشب خوابیدی، خوب خوابیدی، بد خوابیدی، چون اینجوری خیلی مستند نیست و آدم نمیتونه اعتماد کنه به اینکه ممکنه یه فرد یعنی احساس بد خوابیدن کرده در حالی که خوابیده. تکنیک های اینها با مستند بود به MRI و به غیر از MRI به یه نوع این نوار مغز در حال خواب گرفته میشه و با استفاده از نیروهای مغناطیسی اندازه گیری میشه و یه دستگاهی که بهش میگن خوابنگار که حرکت چشم، حرکت پا، میزان تنفس و میزان ضربان قلب رو اندازه میگیره و از روی اون متوجه میشه فرد خوابه یا نه. خب آیا راه حلی هم ارائه دادن برای اینکه از این اختلال در واقع جلوگیری بشه برای اون شب اول؟ آره، در واقع تحقیق اساساً به این به خاطر پاسخ دادن به این تفاوت و راه پیدا کردن راه حل انجام شد. اما متوجه شدن که فقط انسان نیست که این تفاوت دو تا نیمکره خواب را داره، پرندگان و برخی حیوانات دریایی هم دارن و متوجه شدن که این یه واکنش دفاعیه، یعنی یه چیزیه که به حیات آدم کمک میکنه، چون همیشه شب اول منظوری نیست که توی هتل خوابیدی، احتمال برای پیشگیری از خطر آدم ها و اون بخشی از گروه جانداران هوشیار میمونن. و ولی گفتن که آدم هایی که کثیرالسفرن و زیاد مسافرت میکنن مغزشون به تدریج یاد میگیره که این سفره و میتونن بخوابن. و راه دیگه توصیهشون در واقع این بوده که وسایل خوابتون رو هر چقدر میتونید، مثلا بالشتون، مثلا ملافتون، مثلا لباستون، خوابتون خودتون داشته باشید. بسیار عالی، تشکر میکنم دکتر شیده رضایی که در استودیو با ما همراه بودیم. ممنون.